پدره با پسر گفت به قهر که تو آدم نشوی جان پدر، حیف آن عمر که ای بی سر و پا در راه تربیتت کردم صرف. دل فرزند از این حرف شکست، به خبر از پدرش کرد سفر، رنج بسیار کشید و پس از آن زندگی گشت به کامش چو شکر. عاقبت شهرت و دارایی یافت، حاکم شهر شد و صاحب زر، چند روز بگذشت و پس از آن امر فرمود به احضار پدر. پدرش آمده از راه دراز نزد حاکم شد و بشناخت پسر. پسر از غایت خودخواهی و کبر نظر افکند به سراپای پدر، گفتی آدم نشوی تو، کنون حسرت و جاه هم بنگر. پیر خندید و سرش داد تکان، این نکته گفت و برون شد زیدر. من نگفتم که تو حاکم نشوی، گفتم آدم نشوی جان پدر. معلوم نیست که این مصرعها در تاجیکستان چی کسی را همچون صاحب خود دریافته، اما برای نشر همین شعر در شبکه های اجتماعی حامی حقوق را در دادگاه در تاجیکستان محاکمه کردند. دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه روز 14 ایون حقوق شناس جوان رضایف عبدالمجید را با اتهام دعوت به افرادگرایی متهم نموده برای 5 سال و 6 ماه روانه زندان کرد. با گفته وکیل دفاع این حقوقدان جوان، دادستانی چند نوشته صحیفه فیسبوکی او را تحلیل کرده، رضایف را در دعوت‌های پرده پوشانه عموی جهت به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی که به نااستوار ساختن امنیت ملی میرساند عیبدار کرده است. از جمله بازنشر اندیشه حکومت عاقل با رشته‌های اعتراض مبارزه میکند، حکومت نادان با اعتراضگران، همچون اتهام نسبت حقوقدان برای نشر از اندیشه افرادگرایانه از سوی دادستان دانسته شده است. صمد دلفروز وکیل دفاع این حقوقدان در صفحه فیسبوکش نوشته که دادگاه رضایف را به ماده 307 الیه 2 قسم 2 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان دعوت عموی به فعالیت افراطی با استفاده از مطبوعات یا شبکه اینترنت گناهکار دانسته است، چیزی که رضایف و وکیل دفاعش به آن راضی نیست و گفتند که به زینه‌های بالایی شکایت خواهند برد. یگان حقوقدان نباید برای اجرای وظیفه کسبیش به جوابگاری جنایتی کشیده شود، یگان نفر نباید برای آزادی بیان به جوابگاری کشیده شود، می نویسد صمدوه. حقوقدانی محکوم شده رضایف زندانی شدنش را تحریریزی شده ارزیابی کرده و گفته که در این کار شرکت JDMMA پلاد پلازا دست دارد. آنها دو روز پیش از بازداشتم با من ملاقات کرده تهدید کرده بودند که اگر من شکایتم را نگیرم مرا به زندان می اندازند. من هیچگاه افرادگران نبودم، نیستم، من حقوقدانم. از من برای یک شعری پدر گفت با پسر که من در صحیفه هم گذاشتم افرادگرا ساختند. این شعری مشهور است و آن را همه شاعران هنر پیشه ها قرائت میکنند، آنها در یوتیوب هم نشر شده است. خر باش که این جماعه از فرط خریست، هر کو نخر است کافرش میخوانند. برای قرائت این مصرع وکیل دفاع دیگر بزرگ مهریارف را در تاریخ 12 دکبر سال 2016 با مرافعه پوشیده دادگاه برای 2 سال از آزادی محروم کرد. زیدی بزرگ مهریارف در بازداشتگاه تفتیشاتی رقمی 1 شهر دوشنبه مرافعه صورت گرفت، او را به احترامی بسود و تحقیر شخص منصبدار دولتی با خواندن شعری شاعر عصر 11 ابوعلی ابن سینا اسنای سخنی آخرانش در مرافعه پیشتره در سود شهر دوشنبه عیبدار کردند. زندانی شدن شهروندان به خاطر لایک موندن و ابراز اندیشه در شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان پس از سال 2015 زود صورت می‌گیرد.